بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهداة المهدیین لحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. قال سيدنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما مخاطبا لعمته: يا عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. كلام معصوم صلوات الله عليه. فصل الخطاب نسبت به مدح یا قدح کسی و اون هم نسبت به خانمی علیا مخدره‌ای، نه از باب علاقه فامیلی یا علقه خونی و شخصی، بلکه آینه تمام نمای اعمال عند المعصوم علیه السلام در ظهور رابعه النهاری میبینن مطلب پر واضح و اهل مجاز و نستجیر بالله مجزگویی که ما داریم نیستن. امام و حجت خداست، لذا میبینیم تقریر، قول و فعل معصوم علیه السلام حجت لنا. یک کسی وضو میگرفت در محضر امام علیه السلام، حضرت اینو تقریر فرمود، یعنی درسته بود. یه وقت خودشون میفرماید اینجور غسل وجه بعد یدین بعد مسح رأس و رجلین به این ترتیبه، میگم حجتون قوله. یه وقت فعل امامه، خودشون پاشودن وضو میگیرن، این حجته. بعد ما میایم استدلال میکنیم و بهش تأسی میکنیم، بعد واجب علینا. رد قول امامم که خب عواقب بعدیه، اما این که معصوم علیه السلام تأیید بفرماید به این صورت، عالمه غیر معلمه، درس نخونده، مکتب نرفته، هم مشق ننوشته و تمرین کنه، نستجیر بلا تجدیدی بیاره، چند سال بچه‌مون پشت کنکور باشه، بعد به حیل و طرقی یه وقت شاید فامیلی در جایی توی ادارهی احتمال یمکن سر قلمش کج بشه، عطوفتی پیدا کنه به قلب یا قلمش، بعد حکم بدن به امضا، بگه اینشون الحمدلله رد شد، افغان رستم رد کرد. و حالا میبینیم که یه وقت رو خرپشته مکتب زنگ میزنه به فلان دکتر که همچی مریضی اومده اینجا، این صفاتو داره، ما چی امضا کنیم، چی دارو بدم بهش. درس خوندگی این علامت اینه دیگه. خانم دکتر یه وقت فرمود که من بچه‌ام مریض میشه، آقا پلویشو نمیبره بر دکتر دیگه، گفتم اهل البیت ادرا بما فی البیت. درس نه، بعد بدون اینکه کسی به شما چیزی تفهیم کند، بعد میفهمه چیه فهمه غیر مفهمه، کسی نیومده چیز بگه. برای همگان از این خبرها نیست،
معصوم این چنین میفرماید. بعد ببینیم اینها میگیم بحثای دانستنه. دانستن این چیزای ما میگیم اینها حالت فرشیه نسبت به عالم حالت عرشی که کسی صحبت نمی کنه از این حضرات. همون المعروف علی قدر المعرفه است. ما میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین، خب پدرشون اینجور، عبادتشون، زهدشون، قناعتشون، شوهرداریش، خب قسمت بالا چه خبره؟ بی واسطه ندا میاد یا فاطمه لکی عندی الرضا، چونو به همه و ناز فی سعید واحد، همه باش دادن قدر و منزلتش رو خدا معرفی میفرمد. کسانی نقل میکنن مثل محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق علیه رحمه، ابن بابوبه از پدرش، این بزرگوار که سر چهار مردون دفنه پشت پاساج ملت، البته اینها پاساج ملت قبرستان بوده، این پاساج این برم همینجور، از اون طرف هم تا چهار بیمارستان، باغ ملی که میبینید درختان سرسبزی داره، اینا قبرستان بوده، خاکش کلسیم زیادی داره، گلای خوبه به عمل میاره، درختان بین سرسبزه، ولو در چله تابستان آب نباشه اونها ارتزاقشون موجوده. حالا رو قبور محدثین و بزرگان قومی هست کار نداریم. باز خوب خیابان آستانه سنگ فرشه، بیشتر از 700 محدث و نبی در حرم تا جلو مسجد امام حسن عسکری علیه السلام مدفونند. تاریخ قدیم قومه. عرض کردیم مرحوم آیت الله کلباسی مشهور مرجع اعلی مدفون در حرم امیر ابن علی السلام، قوم میمدن از چهار بازار نعلی اینو در میابرد، پا بره نمیمد، قبور محدثین رباط، اکثر مشایخ ناقومیین، پاساج القدیر قبرستان بنا شده، وسطش یه قبر مونده، علی ابن ابراهیم قومی، 7000 خورده از احادیث اصول کافی از ایشونه. شیخان زکریا ابن آدم و زکریا ابن ادریس قومی اینجا دیگه، اینم داخل هم محدثین روات ثقات، ابن فروخ یا فروخ ابوالحسن صاحب بصائر درجات کبرا روبروی اونها در خیابان آستانه دفنه که قبر خبری نیست البته. حالا این بزرگان صدوق علیه رحمه، محمد ابن علی ابن الحسین، عن علی ابن ابراهیم، یعنی از پدرش از علی ابن ابراهیم، هم بزرگوار کنج، دو تا علی ابن ابراهیم در قم دفنه، اما علی ابن ابراهیم ابن جعفر منظور جناب شاسد علیه، زیارت هم میکنم بعضی میکنم سلام علیکی ابن رسول الله، گفتم نخیر، سلام علیکی ابن امیر المؤمنین، شون مادرش ام البنین سلام لن جدشون، پدرش امیر المؤمنینه، ابن رسول الله نداره تو زیارتش. البته خب همه اینا فرزندان رسول خدا از اون جهات دیگر، چون برمیگرده به حضرت عباس علیه السلام که جرأت داره بگه نه. احوالی که از علمای وقتی ایشون دیدم نوشته که فلان شخص گفت من ساکن کربلا بودم، یه روز عید میلادیم بود، وارد حرم شدم، نعلین تازه‌ام خریده بودیم مع عبا و عمامی، اونها یه حوض آبی وسط بود، حرم امام حسین علیه السلام بوده که خب بعد زیارتم تموم شد نشستم لب حوض و گفتم آقا زاده مزاحی هم بکن، ما شما ماشاءالله خیلی زرنگ، فرمودین نبرن طرف خیمه های صحن بارگاهی جدا، اگه برده بودن اونجا دفن کرده بودن که کوفه دفعه انگار یه کسی با دو دست سر دو تا زانی ما زد به پشت افتادیم تو حوض، کلم اومد بالا آب باستاد امامه و نعل اینا رفت و گفت برگشتم از حوض در اومدم به عواق، گفتم یا ابن امیر المؤمنین مزاح کردم، خودم دونم من جدی که عرض نکردم، گفت هرچی گشتیم حوض بینجون لنگ نعلین پیدا نشدم، این یادت نره، با هر کس که شوخی نمی کنم. فرمو هنوز یادمه
احوالی که از علما مطرح بودیم، من طلبه کربلا بودم، گفتم آه من اجتهاد از خودتون میخوام، چون پسر امیرالمومنینیم، مرحمتی کنید. من دیگه اینقدر درس سخته، یه روز دو روز سه روز یه هفته یه ماه میخوندیم گوشه کناری به اندازه حوادث روزنامه اینا، وقتی خبرها نبود، تازه موبایلم نداشتن الحمدلله آخونداشون. اون وقت عرض میشود که بقیه که خوب مباح لهم، یه شب تو خواب دیدم وارد حرم شدم، حضرت عباس علیه السلام کنار ذریح و یکی یکی میرفتن، طلبه و غیر حاجتان مطرح میکردن. ما رو سیدم عرض کردم یبن امیر المومنین برای اجتهاد بود، فرمود چوب فلک رو بیارید. چوب فلک، خب حضرت عباس علیه السلام هم خواسته بشه کسی فلک کنه، که خده ما اومدم پای ما رو دراز کردن، گفتن آقا تو عالم. خب عرض کردم یبن امیر المومنین من غلط کردم، من همین روزا اینو گذاشتم درس میخونم. فرمود خب درس بخون، ما هم کمک کردیم. گفتم چشم من هم بیدار بشم درس. و خواب بیدار شدم، زود رفتم وضو گرفتم، اومدم کتاب باز کردم، حجدم نزدیک حرم بود، گفتم آه ملاحظه میفرمید. از بزرگان شیعی شده، اسم نمیبریم، فرمودن خدا رحمتشون کنه پایین پای حضرت عباس دفن فرم وصیت کرده، به لطف ایشون بود هرچی دارم. فرمید یه وقتای چورتم میگرف، یادم از چوب فلک میمد، زود پا میشتم یه وضو میگرفتم شروع میکردم، میمید آه دارم درس میخونم، همین شما بخونید ما هم کمکتون میکنیم. وجود زیجود حضرت زینب سلام الله علیها در دوران ولادت یه بحثی نیست که مال یه روز و دو روز و یه علاقه باشه، مال همون شبا و روزا باشه، نه خیر. میبینیم اخبار میفرمودند، یه کلمه برای بغل نام ایشون بسه، شریکت الحسین فی نهضته. کربلا چه خبره؟ چی بوده؟ الالیوم لا یوم الحج سلام الله علیه، مگه تمام شدنیه؟ این کشتی نجات در این عالم طوفانی همینجور در حال حرکت ای نجات داره میده، چند میلیون در سال به برکت این کشتی اطعام میشن، چقدر مریض شفا میگیرن، چقدر حاجات برآوردیم، اینا همه کنار، چقدر از بیراه رفته ها میان تو راه. این علیا مخدره چه ها کرد در این مسیر 40 منزل یا 60 منزل. یکی از علمای لبنان نوشته این اواخر در یکی از دهات جبل عامل، دختری توی خانواده متقی صالح، بنده خدا پا درد میگیره، دختری جوان، ببرن دکتر بیارن، خلاصه یه ماه دو ماه سه ماه چهار میگه باید جراحی کنید لابده. نوبت میزنن یه هفته دو هفته، به هفته سوم داره میکشه نزدیک عمل میشه، این پا حالت بیحسی پیدا میکنه، دارو و درمان نتیجه، دو تا پا میشه فلج، ببرن دمشق بیمارستان کذاب بیارن برو، باز خود بیروت نخیر نتیجه نداد. 25 سال ایشون میگن دوتا پا فلج شد، تمام شد تو خونه. یه سال ایام محرم میشه، بی برادراش میگه ما رو ببنید، به اطراف زینبیه ایام دهی محرم، ما متوسل به این علیا مخدره بشم بنت امیر المؤمنین سلام الله. برادراش میگن نشودنیه، اون جمعیت این احوال تو، اونم ایام عاشورا، حاجت که میخوای تو خونم متوسل شما شیعیم. فوزی زیدان مینویسه اسمش بود. خب میبینه برادراش کس دیگرم که نداره، همسایگیشون روزه است دهه محرم،
به دستاشو میذاشته رو زمین خودشو میکشیدین با این وضع دیگه تمام شده بوده. گریه و واعظ روزه میخونه. حضرت زینب سلام الله علیها اتفاقا اون روزی هم همسایه شده باز خودش که میاد خونه و شبه دیگه خلاصه میخوابه پا میشه با این حال توسل پیدا میکنه باز خوابش میبره پا میشه دیگه کم حوصله است میشینه برای نماز صبح وضو میگیره. میگه خیلی مونده. میگه تو این حالتی که نشسته بودم باز گریه میکردم. من دیگه این پدر و مادر که مادرش پدر فوت کرده مادر بوده این برادر آخر جینا چی بشه بعد چی بشه گریه باز متوسل به حضرت زینب سلام داره. ایشون میسه رفتم خودم و دیدم پرسیدم از گفت دیدم من کسی ندیدم دیدم یه دستی مچمو گرفت گفت فوزی قومی باشو گفتم که من لم اقدر علی النهوض فرمود قومی فوزیه باز دوباره کشید منم پا شدم واستادم دیگه هیچ کی ندیدم فقط همون دسته رو مچم دیدم نه سر پا بی عصا عصا خبر نبود رو زمین کشیده میشد دیدم مادرم خوابه داد زدم الله اکبر لا اله الا الله دو سه بار چهار بار پنج بار مادر بیدار شد دید به این حال تعجب کرد گوشت خواب می چشماش مال برگشت دست زد من گفتم یه دستی متوسل شدم به عقیله سلام الله علیه این قد دست گرفت دست خود شوی بستم این قد کمک کرد مادرش از دیوار می گرفت راه می رفت اصلا از روز ولادتش اساسش با عشق زندگی ایشونو میبینید اومدم تو حیات داد زدم خونای دیگه اخوانم بودم برادر رو پشت اومدم بیرون دیدم سر پا گفتم یه دستی شروع کردم به صلوات فرستادن و ایشون میفرمد اهالی دهاتو به شهر رسید و از جای دیگه میومدن نگاه میکردن به خونهشون تبرک میجستن به برکت حضرت عقیله سلام الله علیها توسل از بقای که بحث زیاده اما یکی از برکات وجودی اینه صبر میخوان مثال بزنن به ایشون در کتب انساب بغل نامشون این کلمه است کعبت و رضایا کعبه از تمام کشورها میره ملجأ بنجاست پناه محل امیده هر مصیبتی شما در نظر بگیرید این علیا مخدره میگه رأسش واقع شده پیغمبر خدا حضرت امیر حضرت زهرا سلام الله علیهم حسنین علیهم السلام همه رو بعدم نصف روز داغ رو داغ این که صبر در مقابل این مطالب یه وقت کسی شکمش گشنه یه وقت میگه خونه ندارم یه وقت میگه برای بعضی مریضی اما لم یشبه مثل این افرادی که فرمود رو اون روز به شهادت رسیدن شبیهی نبود اونها علل عرض ولم یشبه به مصیبتی که مصیبه صبر در مقابل این مطالب بعدم نه شهادت معمولی دو سوم مقاتل گفته نمیشه که مثل صدوق شیخ مفید علامه مجلسی علیه و رحمه در بعضی حواشی مقتلی به خط شریفشون زیارت کردن فرمی اینها رو نخونی برای شیعه حقش ادا نمیشه نبدم اونو خونده بی که نوع شهادت ها در کربلا هم یه تیری نیزه رفت آخر ما خیلی به سرمان میزنیم اسباس تموم شد امام سجاد علیه السلام فرمود یه چیزای عمم دیده من ندیدم امام من تو خیمه افتاده بودم قشکم قدرت امامت جدا ها ظاهر فرمود عمم فقط بوده احدی از من ذوالجناح هم دور میزد دور قد رفت با
در اصحاب ابا عبدالله علیه السلام. این دقت کنید، نمیخوام روزه بخونم، یک کلمه رد میشه. یه جوانو بغرات التولیه سبزواری هم داره، تذکرت العینین، یه جوان 22 3 ساله یا 4 ساله مسیحی، عمر سعد فرستاد به گودی، چون هرچی داد زد اریحوه، باشید برید راحتش کنید، این مسلمان هایی اومدن چه کردن که شنیده و دیدید بهتر است. این وارد گفتن خب، این وارد شد کشید خنجر، با اون حال سید الشهدا علیه السلام، حضرت شما در نظر بگیرید چیزو از بچگی شنیدیم و دیدیم، یه تبسمی فرمود، سلام کرد به این جوان مسیحی به صدای ضعیف، چنون منقلبش کرد، شمشیر رو کشید افتاد به جون اینا. یک رکعت نماز نخونده بود، یه روزم روزه نگرفته بود، سفینه نجات کاری کرد. تو کجا رفت؟ دیر اومد چه زود رسید؟ تو قتلگاه یه نفر کشته شده غیر از این خانواده، همین جوان مسیحی عبدالله ابن حسن هم رو سینه امام حسن دیگه، بقیه کس دیگه نبود. باقر العلوم میفرمد پدرم علی ابن الحسین بدن شقاطی شهدا دفن کرد، بر بدنش نماز خونده، چه منظره ای دیده. با اون حال که همه نوشتن هیچ کس ندیده کسی اینجور جراحت و به خون آغشته، اما اینقدر زیبا. تمام این مطالب رو علیا مخدره قبل و بعدش رو دیده تا صبح 11 رو. کعبت الرزایا، اما خم به ابرو، سویتی ملعون رساله نوشته، زینبیون نسل حضرت زینب سلام الله علیها رو آورده، ابن حجر با اون تعصب علیه لعائن الله که این از روز اول علیا مخدره عاقله و فهیمه بود، در هر بابی کسی مراجعه کنه حسنش بلکه احسنش نزد او بود. دشمنه ها اکی تعریف میکنه؟ از دختر دشمنشون امیر المؤمنین سلام داره، نمیتونه پنهان کنه. بعد اوصاف میگه، بعد سویتی میگه در مجلس یزید، خب اون همه جماعت و همه تونم میدونید امام باقر علیه السلام فرمود این زنهای مطرب و رقاصه و مغنیه میخوندن دور ماها میرقصیدن، این یه مصیبتی که باید داد بزنیم برش بمونه. و علیها ارزل و سیابها، چی بگیم حضرت معصومه سلام از عمتون، زندگیش اینجور بود، کسی دید خوشی دیده بود، فرمود خوشیش همین بود وقتی امام حسین رو میدید گل از گلش وا میشد. 4 سال و 6 ماهشه دید دارن مادرشو میکشن، حالا بعد بیاد بالا. این تکه رو میخوام بگم، با اون وضع کهنه ترین لباس ها، پاره ترین لباس ها، با علیه ها ارزل افعل و تفصیل به قول ما طلبا، از همه پاره تر و کهنه تر، وقتی که یزید شروع کرد و دعا به خیزرانه پاشد فقامت، اون خطبه رو میبینی چه کرد. قبل و بعد بحث خیزران بمونه، سویتی میگه تعجبه، این همه داغ دیده،
این همه منزل پیاده و سواره با اسب و شتر و الاغ و چه آوردنش، کوه و دشت و از رودخانه عبور، از صبح گرسنه و تشنه تون شهر یک سر زدن سنگ چوب. آمد خطبه خوند، یک لرزش در صداش نیست، یک حرف جلو عقب نشد، لا تسقط، هیچی رو ننداخت از عبارت. اونم مرتجلن سر با انشاد و انشاء کرد، مطالب رو بالبداهه همون جا فرمود، بقیه رو منقول مثل آیات قرآن و کلمات پدرش و جدش پیغمبر. سر با انشاد و انشاء، نقل قول از دیگری یا خودش در جا بگه. این بعدم همه رو به جایی که زنهای رقاص نشستن بگریه کرد، حفاظ حراس نگهبانهای دور تخت یزید دست با شمشیر میلرزید، دشمن داره میگه. مجلس سکوت شد، سفرهای خارجی به گریه افتادن. مسیحی فرمود در فصاحت و بلاغت اشبه خلق بود به علی ابن ابی طالب علیه السلام. تو کوفه خطبه رو شروع کرد، پیرمردها کور بودن، کنار نشسته بودن، بعضیا گفت به خدا قسم ابوالحسن زنده شده سلام الله علیه. گفتن نه دخترش آمده. اونم با چه وضعی؟ فرمود در شجاعت قلب مثل برادرش ابا عبدالله علیه السلام، این همه دشمن پاشد، اما اتخوفنا بالموت، ما را از مرگ میترسن. مرگ در بچگی ملعبه سبیان ما بوده، بچه همو باش بازی میکردن. گفتی دیدی پدرت بیادبی کرد به امیر المؤمنین و حسنین علیه السلام؟ فرما هر چه دیدی ما رأیت الا منتهای. بعضی وقت عرض کردم میگن خب آقا امام حسین علیه السلام فرمود اذا انا قتل فلا تخمشی علی وجها ولا تشقی علی جیبا، من کشته شدم خواهرم به صورتت خراش نندازی، گریبان چاک ندی، چه نکنی؟ خب بیوی که شما پد چرا؟ اذای زمانیه است، یعنی زمان قتل همونجا کنار گودی بی هیچ کاری نکن. اما نفرمود در کوفه دیدی در تشت مسی کاری نکن، در شام در تشت طلا دیدی کاری نکن، ازا زمانی از زمان قتل. نه شرط عمومی برای همه وقت نکرد، یک جا میبینیم چه کرد. قدرت داشته باشه در دست، اما اینجور کنترل مثل پدرش. عوالم به گوشه چشمش به طرفت العین اقل، اما دستشو با تناب بستن میبرند. جمعت فی صفات کل ازدادو، جمع شده ازداد در صفاتت. از اون بر شجاعت، از اون بر یه بچه یتیم میبینه شروع میکنه به گریه کردن امیر المؤمنین. هول بکاؤ فی المحراب لیلن، شب گریه. هول زحاک از اشتد زرابو، تو میدان جنگ مغلبه بیشتر میشه تازه میخنده. اینا رو کی گفت؟ اشعار امرعاسه. این علیا مخدر دختر ایشون سلام داد. امینه اهل بیت بعد از مادرش سلام الله علیهما، اونم ودایع الهی، کفنهای از بهش آوردن برای خمسه نجبا دسته که بود، حنوت از بهش آوردن دسته که بود. یک کلام کفن امیر المؤمنین سلام الله علیه و حنوت بهشتیش دسته کیه؟ مال امام مجتبی علیه السلام، دست ایشون. مادرش دخترم 4 سال 6 هفت میشه، کفن مادرتو بیار. صبر فرمود مثل برادرش حسن ابن علی،
شجاعت قلب مثل ابا عبدالله علیه، فصاحت و بلاغت مثل پدرش، حیا و عفت و عصمت به اون معنای اخسنه مثل مادرش سلام داد. روز ولادتش، البته 3 روز پیغمبر خدا در سفر بود، روز سوم آمدن امیرالمومنین علیه السلام فرمان بر پیغمبر سبقت نمیذاره، اسم نمیذاره براش، ایشون از سفر اومد فرمان بر خدا سبقت نمیگیره. جبرئیل آمد یا رسول الله، در لوح محفوظ مفرمد اسم ایشون زینب است. اون وقت پیغمبر فرمود حاضرین به غایبین خبر بدن، حرمت این دختر رو حفظ کنند. خوبم حفظ کردن. بعد سکینه و وقارش بمانند خدیجه بنت خویلد است. چه کسی فرموده؟ سید المرسلین صلوات الله علیه و آل معصوم. ایشون کیه؟ خدیجه و عینه مثل خدیجه. پیغمبر میفرمد مثلی نداره. خدیجه کسی که فرمود امام صادق علیه السلام تا زنده بود جبرئیل هر وقت آمده، بعض عبارات هر ملکی آمده فرموده یا رسول الله خدا من میفرمد سلام ما رو به خدیجه برسان. یک سلام برای زن نبی نیامده. ملائکه هم که میدونید اکثر و خلق الله الملائکه، بیشترین مخلوق خدا ملائکه. تا حیات خدیجه سلام الله علیها میدونید چقدر جبرئیل آمده و رفته، چقدر سلام آورده. تشبیه میشه به ایشون، به مانند خدیجه. خدیجه سلام الله یک سلام اموالش آورده پیغمبر کنار ذوالفقار امیرالمؤمنین. ولولا سیف علی و مال خدیجه لما قام عمود الاسلام. این دوتا نبود اسلام سر پا نمی شد. فرمد سکینه و وقارش اینجور، این همه ثروت و دارایی داشت خدیجه سلام علیها، طور زندگی می کرد مثل کنیزاش. 400 کنیز تو مطبخش بودن، اما لباساش نگاه می کردن، خوراکشو. سکینه و وقار داشت، تکبر نستجیر بلد. بعضی های دیگه 14-15 سالشون بود، تکبر داشت میکشتشون. حاج خانم کوچک پیغمبر، واویلا اگر دیگه یه مدرک لیسانسی هم میداشت. اگر کاردانی ارشد خونده بود که هیچ. بعد اون تازه اولاش بود. سکینه و وقار. ما نفعنی مالون به مثل نفعی به اموال خدیجه سلام علیها. ایشون مادر بزرگ ایشون، پیغمبر تشبیه به او میکند. یک قصر مشید محکم و صف خدا ساخته در بهش مخصوص خدیجه سلام علیها، از یه دور یه پارچه، از اندرون بیرون دیده میشه، از بیرون داخل دیده نمیشه. فکر نکنیم شیشه ماته ها، نه دوره، دور منتها باید رفت ببینه. بعد ببینیم شیشه باری به کی میگن، به کجا میگن. فرمود اسامی 14 معصوم شکل و تصویر اولادش مزین شده خبر یه نفر به خدیجه سلام داده، کسی که مستقیم جبرئیل کفن براش آورد از بهش. روز آمدن سید المرسلین مفرمد این دختر بمانند اوست در سکینه و وقار. خود سکینه و وقار باید چقدر آیه و روایت بخونیم براش، مانند داره مگر. امام صادق علیه السلام فرمد از دیگر معصومون رسیده است، عمه‌مون وارد می شد هر که تو مجلس بود، محارمش محمد حنفیه، ابوالفضل عباس، امام حسن، امام حسین، بچه ها همه پامشتن به تمام قد. فرمد بچه های کوچکم از ابهت ساکت می شدن، داشتن بازی می کردن، نترسا از محبت. امام سجاد علیه السلام می فرماید عمم راه میرفت مثل پدر بزرگم امیرالمؤمنین راه میرفت.
ابهت کاری کردن با عصا اومد مدینه. علم عالمه غیر معلمه. امیر المؤمنین علیه السلام وارد منزل شدن دوران حکومت ظاهریشون بعد قصب خلافتشون 25 سال، تو کوفه منزل اومدن. کاری داشتم برگرد، دیدم اتاق پر از زنهاست، من جمله از اون زنها عیال میسم علیه رحم، عیال جناب هانیه، اینها نشستن پای درس تفسیر قرآن بی بی. همین عیال میسم و عیال هانی و چند تا زنی که شب رفتن پشت مسجد اعظم کوفه بدن مسلم ابن عقیل و هانی رو با دو تا غلام دفن کردند، جوب آب بلدادن جاهای مختلف پیدا نکنن. میبینید این طرف جناب مسلم، اون طرف هانیه. وقتی آقا وارد شدن صدای دخترشون میمد توضیح میدن از عطش و صبر و کربلا. تمام شد، زنها عرض ادب کردن تو حیات یکی که خدمت آقا و رفتن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بن علیا مخدر دخترم اینها رو که چه کسی یادت داده تعلیمت کرد؟ فرمود ها کزا علمتنی امی فاطمه تو زهرا سلام دادی. 4 سال و 6 ماهش مادرش کشتن، اینا رو که یادش داده؟ ببینید اساتید این علیا مخدر کیان. به چنین شخصی روز عاشورا میفرمد امام حسین علیه السلام خواهرم ودایع امامتو در مدینه دادم به ام سلمه تا حال علی ابن الحسین خوب بشه امر امامت با شماست. میدونید معناش چیه؟ قطب عالم امکان امامه. اینو عرض کنم، ما میگیم نواب اربعه، جای در روایت نداریم، سفراء الامام، سفراء اربعه، برای مسلم ابن عقیل هم سفیر الحسین علیه السلام، ما میگیم نائب الامام، نه، برای این علیا مخدر آمده نائبت الامام. حکیمه خاتونم در دوران غیبت صغرا ایشون هم سفیر بوده، زنها مراجعه به ایشون میکردن، ایشون از امام عصر احسان بپرسن. 17 نفر بودن، 4 تاشون این بزرگوارا بودن که مشهور بودن. تا وقتی غیبت آمد ای فرمود خواهرم این امر با شماست، بعدم در مسیر و تکفلی حال الیتاما و انظری ما کنت اصنع فی حماهم فاصنعی. مراقبت و توجه و کفالت با زن بیوه ها و بچه یتیم ها. خواهرم هر جون من با زن بیوه و بچه یتیم ها تو مدینه رفتار می کردم، شما با زن و بچه من بعد من رفتار کن. ببینید چه می فرمد باقر العلوم سلام داره. مدینه تا عمم و تبعید به شام نکردن، سؤال شرعی هم کسی از پدرم می پرسید می فرمود به منزل عمم برید. بزرگان مدینه پرده زده بودن، عمم پشت پرده میشه از سؤال گوش میکرد، جوابشو به کنیزی میداد، میرفت تحویل میداد. عالمه غیر معلمه. 3 بار فرمود جان منو حفظ کرد امام سجاد. عصر عاشورا که شمر آمد تو خیمه ایشون جلو کرد مجلس یزید، تا گفتن علی اسمت چیه؟ گفت فرمود علی ابن الحسین ابن علی. یزید گفت خدا کشت اونو در کربلا. فرمودم برادر بزرگم بود، خدا نکش، شما کشتید. گفت جلاد بیاد گردنی حاضر جواب بزن. بی بی با دست بسته خودش انداخت جلو. فرتفعت اصواتهن بالعویل والبکا، صدای زن و بچه بلند شد، کاخ لرزید. یزید گفت رحم چه میکنه؟ دست برتون. یکی هم صبح 11 امام سجاد علیه السلام فرمار سوار شتر کردن. مشهور اون شطوری که حضرت سوار کردن لنگ بود عمدن، که این قل زنجیر پاهارم از زیر شکم شطور بست. حضرت ام کلثوم با خواهرشون شروع کردن به سوار کردن این زن و بچه.
یه وقت حضرت ام کلثوم فرمود خواهرم علی ابن الحسین حالت احتضار داره. امامت حفظ کردن خیلی حرف ها، بچه و شوهر و بقیه رو گذاشتن کنار چسبیدن به ولایت امامت خیلی داستان داره ها. لفظشو میگیم، یه ساعت روز رفتن داستان دارم، نیم ساعت نشستن و گوش دادن بلو بخوابم. یک هفته قبل حرکت حدود 21 یا 22 رجب نهار منزل امام حسین علیه السلام، ایشون که روبرو امام حسین علیه السلام میشست کربلا، آقا امام حسین فرمود خیمم روبروی خیمه خواهرم بزنید. اولین خیمم خیمه ایشون، قطب خیام، فی قبة الخیام، وسطش نوشتن زو ابواب بود، اولاد عقیل میرفتن، درهای مختلف داشت این خیمه، مخصوص بود این که چند تا در داره خیمه زینب کبراز، هم صدیقه صغرا ایشونه، صدیقه کبرا مادرش سلام داره. شب 11 هم مادراشون بودن، بچه ها نوشتن همه پشت به عمه، سر به زانو عمه عمه میکردن تو مسیر، مادر بود، خواهراشون بود، بزرگ بودن، گفتن عمه. چنین کسی به دنیا آمده امروز، پنجم جمادی، سال پنجم مبعث. بعدم میبینیم هجرت، ما میبینیم که بله آمدن، فرمود حالت احتضار داره، بیبی آمدن جلو، یبن اخ، آخر عرضم، یا بقیت المازین، یادگار گذشتگان، مالی تجود و به نفسک تهلع و تجزع. چی شده؟ چته؟ از خود بی خود شدی، رنگ پریده به حالت احتضار. فرمود عمه این بالا ببینید، لشکر عمر سعد جنازه هاشون رو قسل میدادن، کفن میکردن، نماز میخوندن، دفن میکردن. فرم حجت خدا زیر آفتاب تو میگودی و کیف لا اهل ولا اجزع، چطور من بیتابی نکنم؟ امامت بار سوم اینجاست، یعنی دومین مکان بود، سومم در شام که گفتم مجلس. فرمود هازا عهد عهده الینا جدنا رسول الله، مطلب تازه نیست پسر برادر، جدمون فرموده، پدرم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده، مادرم صدیقه سلام الله فرموده، بر عمویت امام حسن فرموده، پدر خودت فرموده، ابا عبدالله علیه السلام، علی ابن الحسین و ینسبون لقبر ابیک بتفع علما، یاد پدرت بره، علامت و نشانه تون کربلا نصب میشه، هی روزگار بیاد، قرون بیاد، نامش و یادش روشنتر و بالاتر میشه. فکر کردی حالا انداختن و 10 تا اسب بیاد بره و بیاد، تمام شد. علی ابن الحسین پدرم فرمود دارم میبینم کربلا میشه شهر، پسر برادر، پدرم فرمود امیر علیه السلام من بازار کربلا رو دارم میبینم، مختلف و شیعتنا و محبینا و زوارنا میرن میان، اونا یادشون میره، قبور اونا کجاست؟ پشت مستشفا و بیمارستان اطراف حر که زمان بابلیان اونجا قبرستان یهود بوده، فروعو به اصل ملحق کردن، اما کو اثرش؟ امام صادق علیه السلام بفرمید تا قبل از فرج 1000 گنبد سرخ و زرین در کربلا بنا میشه، به اینقدر تکایا و مضیفها و حسینیه ها بنا میشه. بعد پسرمون میاد حضرت میفرم بین نجف و کربلا مسجدی بزرگ میسازد، جامع الملل، در مسیر مشائه، اون وقت مشائه بودن. لا یندرس، لا یبلا، هیچ وقت کهنه نمیشه نام پدرت از بین خواهد رفت.
آقا اونجا فرمود حدیث اول منبر رو، یا عم انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، درس نخونده ملایی، استاد ندیده دانایی، فهیم مادرشه، ایشون نباشه. ثم اهجمت علی مصائبها، بعد بیبی رفت دنبال گرفتاریاش، با ام کلثوم زن و بچه رو سوار کنه، اما خوب میفرمد همه رو سوار کرد. حضرت ام کلثوم فرمد خواهرم منم سوار کرد، دیگه وقتم گذشت ببخشید، به یه سختی منو سوار کرد. امام سجاد علیه السلام این زن و بچه همه نگاه میکنن، خب این علیه مخدره رو کی سوار کنه؟ شمر شمشیرشو غلاف کرد اومد جلو، فرمود چنون نهیبی بیزد دور شو از ما ملعون، سایه ما رو نامحرم ندیده تو. امام سجاد بفرمده وقت دیدیم شطور زانو زد جلو بی بی، خب میخوای بری بی بی؟ برگشت به داخل گودی، دو زانو نشست. روز ولادتش روزه خوندند، جبرئیل خوند. روز ولادت برادرش هم روزه خوندند. جبرئیل خبر داد چه خواهد شد این دختر، همه گریستن. برای امام حسینم فرمود همه گریستن. نشست کنار بدن، والله لو خیرونی بین المغام عندك او الرحیل لاخترت المغام عندك ولو ان السبايا تاكل لحمي ولكن الامر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا للمسير. داداش اگر خواهرتو مخیر کنن بین موندن و رفتن، بگن بی بی شما مخیری، میخوای بمونی بمون، میخوای بریم برو، موندن و انتخاب میکنم، اگر چه درندگان بیابون منو طعمه خیش کنن، اما تو امامی میبینی اینا ناقه ها را بردن ما رو ببرو. یک کلام به قصد فرج میخوای چه کنی بی بی؟ چون چاره نیست میروم و میگذارم، ای پار پار تن به خدا میسپارم. ثم من کبت علی، خودش رو بدن انداخت، لبها رو به رگهای بریده، هر جا نشستی به قصد فرج سه بار یا حسین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.